بحث ما در مورد صفات یک انسان تاثیرگذار است که در زندگی خود و در زندگی دیگران مؤثر واقع شود. یک صفتش گفتیم که هر کاری میکنه او به خاطر رضای خداوند متعال است و همیشه پاداش خود در کارها از خداوند متعال میخواهد. دوم گفتیم که دوستدار خوبی هاست، خوبی هر جای باشه یادم دوستش داره و بدی هر جای باشه ای از بدی نفرت داره و نمیپذیره تا اگر از نزدیکترینایش هم باشه. صفت بد که بد است. صفت سوم یا مشخصه سوم یک انسان تاثیرگذار چی است؟ پذیرفتن واقعیت و کشف حقیقت. آدم مؤثری است که واقعیت های زندگی را میپذیره و دنبال حقیقت هاست در زندگی، میخواه حقایق حاکم بسازه. واقعیت چی را میگیم؟ واقعیت به چیزایی که هست. حقیقت چی را میگیم؟ چیزی که باید باشه. مثلا مثال برتان میگم، یکی از واقعیت هایی است که امروزه جنگ است، اما حقیقت چی است؟ صلح که باید باشه. بنان این آدم با وجودی که پذیرفته که بله اینی جنگ و دواست، اما دنبال صلح حرکت میکنه. یکی از واقعیت ها امروز است که اکثر مردم ما درگیر مسائل روزمره شده، آمدن تلویزیون و انترنت و تلفن ها و استکاک فرهنگی که ایجاد شده بالای مردم ما تاثیر بد و منفی مانده، مردم منحرف ساخته، جوانای ما رو درگیر ساخته، درگیر مو، درگیر مواد مخدر و درگیر تلویزیون و تلفن. اما حقیقت است که ما باید اصلاح باشیم، مخصوصا ما و شمایی که مسلمان هستیم و ما و شمایی که وطن ما پسمان است، باید تلاش کنیم و وطن خود بسازیم. بنان در این راستا حرکت میکنه، نه که در اونجا توقف کنه. یکی از واقعیت هایی است که زندگی سخت است، مشکلات دارد، درد است، رنج است، اما حقیقت است که ما خود قوی بسازیم، خدا و خداوند بسپاریم، تلاش کنیم و زمینی خوبی را بر دیگران فراهم بسازیم. مثلا یکی از واقعیت هایی است که بی‌عدالتی حاکم است، اما حقیقت که عدالت است. بنان انسان مؤثر به فکر از است که چطور عدالت تامین بسازه. دالی که انسان عادی چی میگه؟ خود یک شرایط بعد از کلیگ دروغ میگه، بیا مام دروغ میگم، کلیگ ظلم میکنم، بیا مام ظلم میکنم. نه، اصلا اخلاق وقتی بسیار خوب معنا داره که دیگه بد میکنه ما خوب کنیم، دیگه ظلم میکنه ما عدل بخوایم برقرار کنیم. مثال دیگه برای شما بودم، یکی از واقعیت هاییست که کل ما از این دنیا میریم. خداوند متعال در قرآن کریم گفته کل نفس ذائقه الموت، هر زنده جانی طعم مرگ حتما میچشه. خب وقتی یک عزیز ما مرد، دو تا آدم شما در نظر بگیرید، یک آدم عادی و معمولی، داد و ویلا فغان دسر روی خود میزنه، شیشه را مشکنانه، دو میزنه زمین زمان، دشنام از خدا ناراضی که چرت شده. اما آدم مؤثر چی میکنه؟ آدم مؤثر این واقعیت میپذیره، میفهمه که مسیر کل ماست، میریم بجای ازی دعا میکنه. مثلا اگر پدرش فوت کرده به این فکر میشه چطور یک اولاد خوب و شایسته بر زو پدر باشه که ثواب اعمال ازی بر پدرشون برسه. بجای گریه و فغان چی را حل میکنه؟ هیچ. ما باید اولاد خوب شویم، با کار نیک خود ثواب بر پدر ما برسانیم، نه که با بدی خود گریه و فغان میکنیم که پدر جان چور نیستی، اما بد کرده رستیم هنوزم عذاب برش میرسانیم و در مقابل رضای خدا در قد ما قد علم کردیم. من کسایی میشناسم ماینه خانم، یک عزیزشان فوت کرده، این آدم افسرده است، مریض است، در خانه خو کرده که مادرم فوت کرد، پدرم فوت کرد، دخترم فوت کرد، بچه‌م فوت کرد. کار نادرست است دیگه. اول وقتی شما در مقابل وفات یک کسی زیاد داد و ویلا و بیتاقتی میکنین، یعنی با یک امری که از جانب خداوند متعال شما سرکشی داره. دوم ما ازشان پرسان میکنم، تا بالی هر قدر کسی که به خاطر از این موضوع جگرخونی داشته، میگم شما از روحی از اون متوفایی که از بینتان رفته اگر سوال کنید، کمی بازماندی تو جگرخون باشه، افسرده شه و گریه کنه، این خوب است؟ یا او میخواه که تو شاد و سرحال باشی، به زندگیت برسی، اعمال نیک انجام بدی، درس بخونی، کار کنی و روزگارت جور کنی، کدامش میخوای؟ میگه حالت دوم میخوای. خب میگم اگه حالت دوم میخوای تو همی حالت دوم کو، در غیر تو خودخواهی میکنی. اگه تو آدم دوست داری آرمانهایش پوره کو که میخواست تو خوب باشی. بنان دوستای ما باید ایه پا در نظر بگیریم که واقعیت های زندگی رو بپذیریم، بر اصلاحشان کار کنیم و دنبال حقیقت باشیم و این حقیقت ها رو پیاده بسازیم، اول کشف کنیم، درک کنیم، یاد بگیریم و او رو پیاده بسازیم. چطور میتونیم ما حقایق بشناسیم؟ با مطالعه کردن
با یادگیری، اگر ما نمیفهمیم حقیقت چیست. همیشه دعا کنیم که خدای مرا شوق درس خواندن بده، شوق یادگیری بده و ذهن ما روشن که موضوعات یاد بگیره. این خوبترین دعای است. خوب است دوستای است که براتون بگویم خداوند متعال بهترین دعایی که بر پیامبر ما و بر کل ما یاد داده است که قل ربی زدنی علما، بو خدای علم مرا زیاد کن. این همیشه دعایت باشه. تو هر وقت بیدار میشه خدای موتر خدای خانه نگو خدای علم مرا زیاد کن. من امروز شاگردای صنف خودم دست صنف مذاق میکنم، نیم شاگردای تو نگوین خدای موتر خدای خانه. تو بسیار موتر لوکسم برداده پیش جلو مردم میگی احمق سه چی موتر لوکسی داره. نه، عقل بخوای از خدا، علم بخوای، دانش بخوای، توانایی بخوای، خوبی بخوای، اخلاق بخوای، هدایت بخوای. دیگه جزئیات زندگی ها میشه در پولیش. بنان ما دنبال حقیقت باشیم و بر رسیدن به حقیقت ما باید ذهن خدا آگاه بسازیم. با آگاهی ذهن ما میخوایم میتونیم حقایق بفهمیم، واقعیت‌ها رو میپذیریم، راضی به رضای خداوند متعال هستیم، دنبال کشف حقیقت ها هستیم. وقتی کشف میکنیم میره بر دیگران توضیح میتیم، دیگران رو آگاه میسازیم و دست به دست هم در تحقق از حقیقت تلاش میکنیم. و اساس دین ما همین حقایق است. مثلا ما گفتیم در برنامه قبلی که در مورد اخلاق بس داشتیم، اساس دین حرکت از دنیای واقعیت ها به دنیای حقایق است. یعنی تلاش دینی است که ما را از واقعیت ها ببره به سمت حقیقت ها. خیر بیاین که در این راستا تلاش کنیم، زحمت بکشیم و ایران باید خاطر نشان بسازیم. دوستای از نازنینم، انسان شدن سختی خود کار داره، درد خود کار داره، رنج خود کار داره. به تنبلی که نمیشه، باید این درد به جان بخریم، زحمتش بخریم. حتی فرض به بگیریم، به نظر من که زحمتی نیست، ولی اگر شما فکر میکنین آمدن به سمینار یک زحمتی است، خوشا بالتر زحمت کشیدین. آمد اینجا بحثا تبادله شد، گفتگوها شد، نظریات 5-6 نفرشون دیم. من بسیار چیزا یاد گرفتم، خودت یاد گرفتی. ولی کل ما کوش میکنیم پیام انتقال بدیم بر هموطنای خود، گرچه اونا از بحث اجزایی که اینجا داشتن بی بهره ماندن، افسوس به حالشان. می آمدن از این بحثا استفاده میکردن، ولی از تنبلی، از تنبلی کسی جایی نمیرسه. از نشستن و تنبلی تنها یک موجود به نتیجه میرسه که مرغ است که اگام تخم بده. انسان که هیچ وقت از تنبلی جایی نمیرسه. انسان باید تلاش. حتی دوموزه های دینی برای ما چی میگه؟ از تو حرکت از خدا برکت. حرکت که حرکت که برکت برات داده شد. وقتی جستجو میکنی، وقتی حرکت میکنی، یک چیزی میافی. و برای مسلمان که تنبلی شرم است، یکی از بدترین صفت ها که نباید در وجود مسلمان باشه تنبلی است. و متاسفانه امروز دردی که وطن ما را آزار میده، درد تنبلی مردم ماست. جوان ما تنبل شده، به جای از اینکه درس بخونه شب وقت خود ضایع میکنه. 2 ساعت در یک تلفن مصروف میباشه، 4 ساعت پشت تلویزیون، تا 2 شب منتظر فوتبال. خود دیگه بدبخت میشیم. باز میگیم خدایا چرا سر ما؟ باید سر ما، چون تنبل هستیم. هر کس تا هر کسی مثل ما و شما، امی فرمولی را که ما و شما داریم بره در مملکت تطبیق کنین. اگر مثل ما بدبخت نشدن، هر چی میگین بگین. تنبل باشیم، درس نخونیم، زحمت نکشیم، وطن خود نسازیم، خدا آگاه نسازیم، به وطن خود کمک نکنیم، علاقه به علم نداشته باشیم، هر کس باشه بدبخت میشه. ما یکی از اینا رو نمیکنیم. ما حالا سریال بر ما بان 2 نفر در قفس بنداز، یکی در سر دیگه خود بزنه، ما سعی کرده بریم وابا چک چک کنیم، تا 2 شب منتظر فوتبال بشینیم. در مورد پیامبر خدا اصحاب کرامی چی نمیفهمیم؟ تا در مورد یک فوتبالیست کسی بگه، تا رنگ و بوت و نمبر بوت و غذای مورد علاقه ایش بفهمیم. خب معلوم دارست که ما بدبخت میشیم. هیچ کسی دیگه مثل ما شما نمیکنن، هیچ کس دیگه. ما مالک پرسان کنیم میگه 100% باسواد هستن، 99% باسواد هستن، اما امت پای دینی که میگه اقرا بخوان، با بخوان شروع میشه دین، با بخوان شروع میشه، اونا بی سواد هستن. 60% زیادترش بی سواد. این تنبلی خراب ما میکنه. وقتش است بیدار شیم، وقتش است تکان بخوریم، وقتش است زحمت بکشیم. کسی به من نشان بده از زحمت کشی مرده باشه؟ نه، قوی شده، تمونا شده. از تنبلی مرده مرده. من بر 100 تا نشان میتم از تنبلی مرده. هر کسی نشون دیم که از مرض شکر مرده، بفهم تنبلی میکرد، غذا میخورد خواه میکرد، غذا میخورد ورزش نمیکرد، غذا میخورد زحمت نمیکشید. هر کسی نشون دیم از چربی خون مرده، از تنبلی مرده. اما ما برای تو برای من مثال بدی بگو فلان آدم سر زمین زیاد کار میکرد مرد، نه مرد، قوی شده، عمر طولانی هم کرده. برو اطراف پرسان کن میگه 90 ساله شده، 100 ساله شده، هنوز هم که قصه میکنه شده گرد داره. در کابل که تنبلی میکنن 60 ساله شده، فکر میکنی 80 ساله است. بنابراین از تنبلی خراب میشیم، از زحمت کشی رشد میکنیم. به جای نیست که اقبال صدا میکنه ما زنده به آنیم کارام نگیریم، موجیم که آسودگی ما آدم ماست. ما مثل موج هستیم، تو حرکت میکنیم موج هستیم. روزی که بخوایم آرام شویم موج نیستیم دیگه، موج نیستیم.
باز اقبال میگه ساحل دلخسته گاف، گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. ساحل چون همیشه هم یک جای است، میگه فیران ماندیم که چیستم. موجز خود رسته تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. ما گفت بخاطر وجود ما معلوم است که حرکت میکنیم، جوشان و خروشان هستیم. اگر حرکت نکنه ما نیستم. خود تو حرکت نمیکنی که خراب هستی. بنان اگر حرکت نمیکنی، اگر در کنج خانه نشستی، اگر با برنامه های بی جای وقت ضایع میکنی، خود دیگه نه از خدا من گله داشته باش، فقط از خودت، از تنبلی های خود و هنوز مالت از این بدتر. اما ما و شما عزیزا تلاش داریم که نه، ما روند بیداری، ما میخواییم 36 میلیون نفوس آگاه، بیدار، دانا، مزین با علم و اخلاق و دین که نمونه شویم بر دیگرها، حتی نه که هر جای دنیا مثال میتن بر بدبختی ما و شما را مثال میتن. بنان وقتش رسیده که بین تلاش کنیم و این موضوع را اصلاح کنیم و سختی خوب شدن بخریم، رنجش را بخریم. هیچ کس نگفته که تو در خانه بشینی بسیار آرام باشی خوب میشه، کل چیز نه. زحمت بکش، تلاش کن و خوبترین الگو بر با شما پیامبر مبارک ماست که با یک عالم زحمات تا آخرین لحظه عمر خود تلاش کن. و شرم است که ما تنبلی کنیم و باز ادعا داشته باشیم که ما امت پیامبر ما هستیم. دوست عزیز نازنینم، سه تا صفت انسان های مؤثر بیان کردیم، دو تای دیگه مانده. بعد از وقفه ما بخیر روم براتون میگم که ببینیم دیگه کدام صفت هاست که میتونه ما رو در زندگی خود و دیگرا مؤثر واقع بسازه. درختانی که در برف سنگین نمشکنن، برف میباره زمستان سر شوا سرد بشه اما نمشکنه، حوصله میکنه و پایدار میمونه. بعد از آب شدن برف استوارتر از قبل خواهند بود. اینی تاباریز برگک های تازه میکشه، گل و میوه میگیره، اونو درخت تاباریز. یک درخت دیگه چهار تا برف سر شفتیده، کرم خوردگی غرز چپه شده. کرم خورده نباش، کرم خورده گگ نباش، کرم ما را دور کن. کرم خوردی تو چی است؟ استاد نه ولی ما را کرم نخورده، سعیز کرم نخورده، کرم تو دیگه چیز است؟ وقت ضایع کردن کرم از تو خورده، ساعت ها در تلویزیون کرم از تو خورده، ساعت ها در فوتبال و کرکت کرم از تو خورده. اندازه را که مراعت نکردی کرم خوردگی است و تو تابت کم میشه. نکن، گوش کنید این تعریفه کام، گوش کنید این را خودم جور کردم براتون، او دوگار از دگاه گرفتیم، این را خودم جور کردم. خب اینی این مربی که ما و شما در اینجا هستیم. آه سیمینار هایی که میتونم تنها گپ می نیست که برای شماست، برای خود ما هم، از خود ما کل ما و شما هم سفر هستیم. این تاباوری یک تیگکش چهار تی چهار تی چارت چهار تی تادل تامل تکامل. تو بیاییم این تکامل هم پس دو بالا برسانیم تو جور کنیم. تا با خدا استاد چرا میره در خانه این چیزا رو جور نمیکنی؟ آنقدر من مصروف هستم، اینا در بدترین روزای زندگی سمینارها جور میشه که ما وقت داشته باشیم که سمینارای خوب جور کنم. میفهمین 7 تا 8 رادیو برنامه میتم، میرم شفاخانه تا 4، میرم ماینه خانه تا به 8 و 9 شب، چون روز وقت نیست. میشینیم یک دو ساعتم که درس ها پس مانش تا 10 11 یگان شب درسام ثبت میکنیم. این سمینار تو هم کم کم دست میذارم جور میکنم دیگه. به اون خاطر اگه وقت داشته باشیم بسیار تو فکرکا دارم که جور کنم. تا دل تامل و بالاخره اصل هدف با تکامل و اینجا باید برسیم. خب گوش که ایجره خودم جور کردم. تا باوری یعنی فنری باشین، مثل فنر باشین، مثل سیخای چی نباشین که همون ترق بپری، فنر باشی که هر چی زیاد تو فشار میته زندگی تو همه به قدرت پرواز بتونی. فنر بان خوب فشار بده، علاج بده، میپره از جای خود. اینو تو باش که به زمین میخوری قوی تر استاده شوی. تا باوری یعنی ارتجایی باشی، ارتجایی باشی، فشار وارد میشه ولی پس خود جمع جور بتانی. هنر زندگی در این نیست که شما هیچ وقت نفتی. یادت باشه ها که گپ کس لاف نزنه، خود سر تو بسیار خوب تا باور معرفی کنه، بگویه بیادر ما هیچ وقت تا بالی نفتیدیم. هر کس گفت که تابل نفتیدیم، هیچ شکست نخوردیم، هیچ آسیب ندیدیم، با فهم یک ترسوس این بزدل است که یک گام سهی نمانده. ای تریک مرا برم هیچ وقت نمفتم، هیچ وقت نمفتم. وقتی سرعت میگیرم امکان افتیدنم است.
خوالی جسارت دارم که بدوام سرعت بگیرم در زندگی. به نانه کسی میگه میت نفتی مو چندان آدمی نیست. اونر و کمال زندگی ده ایست که دوباره پس استاده شوی. اونر زندگی استاده شدن بعد از افتیدن است. ده این نیست که ایت نفتی. ده این نیست که سختی نبیایه. کمال اوست که تو بری کار همون شکست خورده ترین فوتبالیست از مکه خوب فوتبال میکنه. متوجه گفم هستین؟ ایده که من ایت شکست نخورده باشم کمال نشان نمیده. وقتی کار میکنی، وقتی سرعت میگیری، افتیدن ها کتش هست. ولی مهم ایست که بعد از افتیدن دوباره استاده شوی. تا رنج تحمل نکنی، گنج نبینی. تا شب نرود صبح پدیدار نباشد. بعد از شب سیاه روز سپید است. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، زحمت کشید، تاب آورد. چه غطه پسی وحی پلاس بدرشی. چا ویلی چه پدریاب که گوهر نشته. که تو تحمل آبازی شد داشته باشی. اتنه ده کنچ کنچ دریا میری کجاست گوهر بود. قواریت میگرد از او آدم ها نیست. چی یک جرات میخواید. شهامت میخواید. صبر گوش کنی این گپ ناپلیون هیل است. ناپلیون هیل کتابش یک کتابش ما براتون در یوتیوب تشریح کردیم، میتونید تعقیب کنین. بیاندیشید و ثروتمند شوید. و این کتاب به خاطر اهمیت داره که اکثر سخنران های دنیا میگه علت موفقیتشان همین کتاب بوده. ناپلیون هیل چی میگه؟ صبر، استقامت و سخت کوشی ترکیب بی‌نظیری برای موفقیت است. اگه سه چیز میگه یک جای کنی تو حتمی موفق میشی. صبر داشته باشی، استقامت داشته باشی و سخت کوش باشی. تو نازدانگک بی جرتک تو نباشی. صبر اوج احترام به حکمت خداست. برای یک مسلمان این بسیار مهم است که تو آنقدر به اطمینان قلبی رسیده باشی که خدا هرچی از جانب توست به خیرم است. که تو بگوی در هرچی که واقع میشه خدا خیر مده بوست. من نمیفهمم، تو میفهمی. اگر به این مرحله رسیدی تو دیگه به حکمت خدا آخرین احترام داری. صبور باش که اعجاز صبر هم یعقوب به وصل یار رسانید هم زلیخا را. یار اردیش یکی بود، همه صبر کردن اردیشان خدا با مو یار رسان. این مثل از این سعی کنین؟ سعی کن تو فرض مثال در زندگی روزمره چی رقم است؟ یک چوکی است، دو نفر امتحان میت یک چوکی رو میگیره نه؟ اما اگه صبر داشته باشی خداوند تو میکنه اردید با مو یک هدف برسی. هم یعقوب به یارش رسان، هم زلیخا را به یادش، چون اردوش صبر داشت. خب دوم اختلال دیلوژنال است یا هزیانی برش میگن. شک و بدگمانی داره. زیادتر هم شک جنسی داره. ناموسی داره بالای خانم خود زیاد. استاد خیری را با اسکیزوفرنیا چی بفهمی؟ یک فرقه که براتون بگویم. این مریضا دیگه کل چیزشان جور است. لوکس، پاک، وظیفه خود میرن، کل جنبه زندگی جور است. هیچ کسی دیگه قبول نمیکنه که این مریض است. تنها کسی که در خانوادهش است از دستش خراب است. اکثر از او این تنها شک داره. اختلال عزیانی با فرقش با اسکیزوفرنیا است که اینا تنها و تنها شک داره. دیگه کل جنبه زندگیشان جور است. مشخصی اختلال عزیانی پایدار مثلا شهوانی است، در مورد جنسی فکر میکنن شک دارن، خود بزرگبینی خود یک آدم بالا فکر میکنن، حسادت، گزند و آسیب فکر میگه تعقیبم میکنن، میخوان بر من ضرر برسن، دنانم زار انداختن. یک کسی از در رادیو زنگ میزنه 2-3 سال میشه کسی نمیده رادیو ما باش او رو میشناسه، میگه دکتر صاحب بر من شوروا آورده بود، خیشای ما دو زار انداخته بود. خب تو چطور زنده موندی؟ او بیچاره یک شوروا خانه از آورده بود، دلت او از شوروا آوردن بد کرده تا والی میگه ده او زار انداخته. والا خب تو ده 3 سال نموردی چی رقم زار است؟ خلاصه در دیگه کل جنبای زندگی خود جور است. اونه فکر میکنه خانمشان برشون بیوفایی یا خیانت میکنه و همسون. در مردمی زیاد است، در مردا زیادتر است. فرقشان با او گپ هم و شما فهمیدیم. خوشبخت دانه تداوی داره. یک مدیر صاحب مکتب بود، سر خانم خود شک داشت، 100 دفعه خانه را کوچ کرده بود. میگم یه همسایه سلفه کنه، میگیری بر تو سلفه کرد، از کوچک از تیر شما میگی بخاطر تو تیر شد. بولانی در خانه میکنم، میگی بولانی رو با کی پخته کرده. ذهن از اینا دیگر رقم کار میکنه متاسفانه. از هر چیز شک میگیره. خانمش حمام کرده باشه محکم میگیره چرا حمام کردی؟ خلاص دیگه ده هر چیز. واقعا با اینا بسیار زندگی سخت است. و بعضی وقت یک چیزی دیگه هم میشه. خانواده ای که یک نفری شک داره یا اسکیزوفرنیا داره میتونه او کسی که امروش رابطی بسیار تنگ و تنگ داره او رو بگیره. زیاد ده مادر و دختر میباشه. بنام شیر سایکوزی زیاد میکنه. مادر جنون داره
دختر شما استاستا یاد میگیره عین کپی از او میشه و اولین تداویز که دو تا از هم شما باید فاصله بتین بازو پس جور میشه زیر تاثیر از این و در یک فامیل که یک نفر شک داشت دگام پیدا میکنم یک کسی را آوردن که پدر از این شک داشت بسیار آل مادرش خراب آل بچیش نو کم کم شروع کرده مادرش عاجل روان کرده که میره ببر کی مثل پدر خود نشه خوشبختانه اگه دوا بگیرن انتی سایکوتیک خوش خوبترینش هم ریسپریدون است اگه سه ماه ریسپریدون مصرف کنه شک کنترل تا سه ماه زود چی نمیشه تو زود این نتیجه نمیتا و خوشبختانه مدیر صاحب دیگه جور شده فامیلش هم هر روز مرا دعا میکنه یک توی دیگه تو بود خانمش جلال آباد وظیفه داشت تیکتش رفته بود در رستوران موتر بره گرفته بود یک عالم داستان از او جور کرده بود که در این رستوران چطور بره گرفت تو ادمن کت رستوران والا این را به نام پارانویا میاد میکنه پارانویا شک مانا میده که یک اختلال شخصیتی انشالله ایران فهمیدیم شک داره ولی دیگه کل چیزش جور است تنها شک داره که شاید همی دمی بین حتما یک کسی میگه که والا پدرم یا بیادرم یا یک کسی این مشکل در خانه داره میباشه خب دیگر گوش کنین دوستان روان پریشی گذرا از نامش پیداست بریف سایکوز اکیوت سایکوز ها میگه هات علایم اسکیزوفرنیا را داره اما چقدر از یک روز تا یک ماه از یک روز تا یک ماه اگه باشه ای را به نام چی یاد میکنه بریف سایکوزیس یا اکیوت سایکوزیس یا سایکوز گذرا تا یک ماه جور میشه اگه علائم پس کنیم این سه حالت داره در اثر یک استرسور وداوت استرسور و پوست پارتوم سایکوز در اینجا یک اختلال است به نام پوست پارتوم سایکوز یاد میشه یعنی سایکوز بعد از ولادت سایکوز بعد از ولادت بعضی خانما که طفلکش به دنیا می جنون پیدا میکنن بسیار حالت خراب است مادر نارام میشه اولین کار که میکنین طفل از پیش باید بگیرین که بعضی وقت طفل میکشه اگر اکثرا در اثر اعراض جسمی میباشه اگر مشکل پس کنیم شخص دوباره جور میشه و بسیار نارام شروع میشه ها دو معنا داره در طبابت یک دفتن شروع یک شدید هم که باشه میگه بسیار حاد است نه ای حالت این ایگا خب اسکیزوفرنیفرم چی مانا میته دوستای نازنین امی علائم داره از یک ماه تا شش ماه از شش ماه که زیاد چطوره چی میگه؟ اسکیزوفرنیوم این سه تا بریف سایکوزس اسکیزوفرنیفون و اسکیزوفرنیا یک تایف است تا یک ماه اگه باشه او رو بریف سایکوز میگه از یک ماه که زیاد شد باز تشخیص هم میمونه اسکیزوفرنیفورم اگه از شش ماه زیاد شد باز تشخیص هم میمونه اسکیزوفرنیا متوجه گپم شدین این دیگه تقریبا عین گپ هستن خب این از یک ماه تا شش ماه طول میکشه اختلال اسکیزو افکتیو چی مانا میته دوستای نازنینم اسکیزو افکتیو دو اختلال است ترکیب دو اختلال اختلالات خلقی که فصل بعدی است میخونیم با همراه اسکیزوفرنیا یک جای میشه یعنی شخص یا افسرده است همراه علائم سایکوز یا مونیوس همراه علائم سایکوز خلقش خراب است و علائم سایکوز هم داره این حالت به نام اسکیزو افکتیو یاد میکنه متوجه شدید دیگه چی ناشی از مواد و دارو بعضی مواد چرس میتونه جنون بیاره ایره به نام سابستنس اندیوس سایکوتیک دیساردر یاد میکنه یعنی جنونی که از اثر مصرف مواد شیشه فوق العاده جنونزاست تابلتکه جنونزاست لطفا خود ازش دور نگاه کنید و بعضی دواها میتونه این حالت با وجود بیاره سعی کنید بعضی مواد مثل کوکائین توهمزاست خیالاتی میسازید مصرف میکنید دیگه درگیر خیالات هستید اختلال سایکوز از اثر بیماری های تیبی یک میرگی داریم به نام میرگی تمپرال لوب یاد میکنه در تمپرال لوب اگه کسی میرگی داشته باشه باز او استاستا شخصیت هایش هم تغییر کمرایش خورده میره بعضی ها مثلا اثر کمبود ویتامین ها میتونه با وجود بیه و میخاطر مرزای اسکیزوفرنیا را یک ملتی ویتامین ها میتیم مننژیت التهاب مغز مانا میده کی رو شما شنیدین پوشای مغز التهاب پیدا میکنه و اختلال کاتاتونیا چی مانا کاتاتونیا دوستای از یک اختلال است که شخص به یک حالت میمانه اینم تستاد است 10 ساعت به یک نقطه خیر است شما مثلا به یک وضعیت دست شب برید تو بانه اینم تو میمانه یک روز اینم تو سر یک پا ایستاده میشه این حالت به نام چی یاد میکنیم به نام کاتاتونیا که شخص هم تو موم باری میمانه به حالتش میمانه مشخصی کتونیا حرکت کتابلیسی انعطاف مومیست گنگیز گرد نمیزنه اینا هیچ میگه دو سال شده یک کلمه هم نگفته وضعیت گیری دمو یک وضعیت میمانه من فکری این حالت اگه بود ایره بنام چی یاد میکنه بنام کتونیا یاد میکنه
این رو میکنم فهمیدیم. خب این دوستای نازنین دو فصل ما شما فهمیدیم، نیرو دیولپمنتال دیسوردر و اختلالات سایکوز. خلاصه اختلالات سایکوز قطع ارتباط با واقعیت است. اینا دیگه از نظم اصلا اسکیزوفرنیا رو مانایش برتان بگویم. اسکیزو دو پارچه شدن مانا میده، فرنیا فکر، فکر خراب میشه، فکر انسجام خود از دست میده، فکر که خراب شد کل چیز خراب میشه. حالا ما تو هر کاری رو که روزمره میکنیم به اساس چی تنظیم میکنیم؟ به اساس فکر خود. فکر که خراب شد دیگه کل چیز از پیشت میمانه. سیومین اختلالات دوستای نازنینم، اختلالات دو قطبی. سابق اینا را در مود دسار در میرفتال در کتابای نو برای خود از این جدا میگیره. اختلال دو قطبی، دو قطبی دوستای نازنینم، دو قطبی از نامش پیداست دیگه، دو قطب است. یک دفعه اینا افسرده میباشن، یک دفعه بسیار هوایی میشن. آدم های عادی اینجا میگرده، اینا زیگزاگ میگرده در زندگی خود، موج میزنن، اتو زندگی دارن، موتو اتو زندگی داریم. یک دفعه اینا افسرده، جگر خون، خودکشی، غمگین، گیریه، حالش خراب است. یک دفعه این آدم هم میبینی چنان هوایی است، مست از گب زده میره، 3 ساعت خواه میکنه دیگه، پر گفترهایی است، لباس های بسیار شوخ و شنگ، تو رنگ های تیز تیز میپوشه، انگوشترها رو میبینی 5 تا تتو کرده، پیسر برش برگ که معلوم نمیشه، پیسر رو مصرف کرده میره. این تو تجارت هایی رو شروع میکنه که 1% هم دو امکان برنده شدن نیست. بعضی وقت دیگه دوستای خودم بیا که خوب تجارت پیسی تو رو میگیره، تقلب هدفش نیست، خیال میکنه که آکی یک رستوران میزنه پیسای تو رو هم کتش غرق میکنه. که فکرت باشه که در مانیا که اگر در خانه دیدی کس مانیاش، اولین کاری که میکنه صلاحیت مالی رو از پیشش بگیره. تنها دینمی کل امراض روانی من مریضی که خوشم میام مانی هست. حتی سنفی ها رو میگفتم بچی من میره نتین دوا، چرا از یالت پایی میاریم؟ وان که همه مست خوب است دیگه. کل مریض های من از غم قصه کردم، میری که میره رقم قصه خوب خوب برد میکنه که خوشت میه. اینمی تنها مریض خوشایند امراض روانی مریضی مانی هست. خب مشخصه اصلی دو قطبی نوسان شدید است. یک چیز دیگه هم براتون بگم، تحقیقات نشان میده 34% هنرمندای بزرگ دنیا دو قطبی بودن. آدم های دو قطبی آثار هنری بسیار خلق میتونه. چی مانا؟ یک دفعه در قلعه کو استاد شده، چیزایی را میبینه که موتو نمیبینیم. بنان یک شعر میگه، یک شعرهایی میگه، تو ایران میمونی چون تو در کلیه زی آمده بود. رخت تابلو رسم میکنه، چیزی رسم کرده که تو این چوره تصور نمیتونی. چرا؟ خود یک فاز بالاست. یک دفعه اینا میره میبینی یک شیر غمگین، میگه ایران یک غم از کجا شد؟ تو تصور نمیتونی. هر امید برای جالب است، برای آدم عادی هم ایجش جالب است. و معمولا اگه شاعرایی را میبینی که یک صفحه پیش گفته کلا کار کنین، رفت پیش رفت، یک چند روز بعد میبینی که گفته وصیت تان نشته کنین، تابوت بخرین، قبرتان بکنه اینجا. بفهم کی چی است؟ بایپولر یا مانیا است. اینا دفعتن عاشق میشن، دونم مانیا کاروسی کردن که باز پایین میاد. پس از مانیا دیگه ایران است که چی بد کرده. مشخصی اصلی دو قطبی ناوس بایپولر ایره میگن، بایپولر دو قطبی مانا میتن. منیک دپریشن هم میگه، یعنی دپریشن هم داره، مانیا هم داره، به نام مانیا میاد میگن. نوسان شدید بین افسردگی و سرخوشی است. افسرده میشه سرخوش میشه، موج است، این حالت عادی نداره. کتینا زندگی کردن بسیار سخت است، همراه با فروکش و برگشت شسته. اختلال دو قطبی 4 نوع دقل میشناسن، 4 نوع. یکی را به نام بایپولر 1 یاد میکنن، بایپولر 1. بایپولر 1 چی حالت است؟ مانیا جمع افسردگی. یکی بایپولر 2 است، تفاوتش چی است؟ آیپومانیا، آیپومانیا امرای افسردگی است. آیپومانیا چی مانا میتن؟ مانیای خفیف، اتو زیاد مانیا نمیشه، یک کمی بالاست از دیگاه کده. یعنی فکر کنین دینی جا هسته و گفتم ایش اکثر انسان های موفق آیپومانیک دارن. آیپومانی کسی است که کی موفق میشه؟ که شاید تا 10 ساعت درس میخونه، حوصله داره، کار میکنه، نه؟ آدم ها یادی قنه میتونه. این اکثر اول نمره اینا. و بعضی وقت اگه شنیده باشین یک چیز دیگر هم بگویم، میاره قصه میکنم میگه اول نمره بود، اول نمره انجینری بود، یک دفعه توشت خراب شدی. خوی نه همه تو حرکت کرده تیاره واره، سرعت زیاد شده دیگه، از کنترل برآمده، دو آدم های لایق میباشه. خب دو قطبی دو دیگه ریپیت سایکلینگ برش میگه که بعضی هست در سال 1 دفعه یا 2 دفعه عمله میه. اگه از 4 دفعه در سالی عمله زیاد بیه، او رو باز میگه ریپیت سایکلینگ یا تکراری، تکرار شده میره پیش. معمولا زیادم در تغییر فصل و معمولا فصل بهار زیاد است. همین بوی گل سنجد اینا را مست نکنه، همین بوی گل بوده اینا ما
و یکی هم به نام سایکلوتیمیک یاد میکنه که حالت خفیف است که 2 سال دوام کرده باشه. 2 سال دوام کرده باشه. خب این 4 نوره داره. دیگه ضرور نیست نه ویژگی ضروری اختلال دو قطبی یک سابقه دوری مانیا و افسردگی است و اینا رو توضیح داده دیگه براتون گفت. خب خدا بسیار آدم کلان فکر میکنن دوال که گپ زدن شروع میکنه خوشت میاد اما پسان خسته کنیش هیچ طور نوبت نمیده و گپ خودم تمام نمیتونه یک گپ نیمه میمونه دیگر شروع میکنه دیگر نیمه میمونه دیگر شروع میکنه پیش روی زنگ میزنه وقت وکیل و دایگ وکیل زنگ میزنه عکسار نشون میده که نکد رئیس جمهور عکس گرفتیم خوشش میاد که چیز بالا باشه و پیسه را که میگیره از اینه میجه در هر چقدر پیش کامد دعا کنین گیری یک مانیا بینید کل پیسه را توفه میاره بر دکتر خوب توفه میاره های تو صحیح مریضه باشه انرژی خوب کمیه یک انرژی دید بالا بده سرک میزن میمونه کی رو دکتر زید توفه خواه